الهی به امید تو، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. بچه ها، ما جلسه امروز رو شروع میکنیم با مبحث ترکیبیات. اولا که ترکیبیات هم برای دهم مهمه، چون ما شروعش رو با بچه های دهم داریم و بعدش ادامهش میاد برای بچه های دوازدهم، یعنی دوازدهمی که میخوان احتمال بخونن، هم تو رشته ریاضی، هم تجربی و هم انسانی. یعنی هر سه تا رشته احتمال رو دارن و البته ترکیبیات که پیش زمینه‌شه که توی دهم خوندید. ما ترکیبیات رو میریم میخونیم با هم دیگه با جزوه‌ای که داریم. یه جزوه 22 صفحه‌ای داریم، قراره که این جزوه 22 صفحه‌ای رو با هم دیگه در واقع بچلونیم، همه نکته‌هاش رو در بیاریم، بهتر کنیم ترکیبیاتو که سهل ممتنه، یعنی هم آسونه هم میتونه یه سوال خیلی آسونش به شدت سخت بشه. ما این می‌خوایم، قراره که این سوالات ترکیبیات رو انقدری خوب با هم کار کنیم، انقدری با هم دیگه همه نکته‌هاشو در بیاریم که بتونیم به راحتی همه تستاشو بزنیم. هر چند تو کنکورای اخیر، یعنی از سال 90 به اینور، کلا سوالای ترکیبیات سوالات آسونی بوده، یعنی سوالاتی که هم از ترکیبیات اومده و هم دنبالش در واقع احتمال، سوالات به شدت آسونی بوده و ما روش حساب میکنیم برای تست دادن توی کنکور. به این خاطر باید هر سه تا سوالی که در واقع برای ترکیبیات و احتمال میاد برای رشته تجربی و به همون نسبت برای رشته ریاضی و انسانی، خیلی باید کار کنیم روشون که خیالم راحت باشه حداقل این تعداد سوال ما داریم، میذاریم کنار و از یه جای به بعد دیگه مثلا سوالات سخت‌تر رو ممکنه توی کنکور حل نکنیم، ولی باید حتما روی ترکیبیات مسلط بشیم. شروع کنیم بحثمون رو با ترکیبیات. من قراره از صفر صفر بهت درس بدم، یعنی کسی که هیچی نمیدونه تو این کلاس با من همراه باشه، یعنی مثلا الان دانش آموزای دهم که نخونده باشن هم حتی با من یاد بگیرن تا به جایی برسیم، یعنی شاید پنج صفحه اول جزوه در حد مثلا عادی باشه، ولی باید حتما با من یاد بگیری، چون اگر قرار باشه از صفحه پنج به بعد کنکوری مبحث رو، یعنی کاملترش رو بهت بگم، تو پیش زمینش اینه که این پنج صفحه رو بلد باشی، با من یاد گرفته باشی که بتونی با نکته‌های من جلو بری. با هم دیگه شروع کنیم. خدمتتون عرض کنم که ما قراره در مورد اصل ضرب و اصل جمع صحبت کنیم، بگیم که آقا این اصل ضرب و اصل جمع چی است. خدمتتون عرض کنم که آسان‌ترین مثالی که کتاب درسی هم راجبش صحبت میکنه، میاد میگه که آقا مثلا من دو تا لباس قرمز و آبی دارم و سه تا شلوار، باشون چند تا تیپ میتونم بزنم؟ خب من لباس قرمز رو با سه تا شلوار میتونم بپوشم، لباس آبی رو با سه تا شلوار میتونم بپوشم، بس من کلا چند تا تیپ میتونم بزنم؟ 6 تا. در واقع چیکار میتونیم کنیم؟ دو تا لباس ضرب در سه تا شلوار کنیم با هم دیگه میشن 6 حالت. چیکار کردیم؟ اصل ضرب. بس اصل ضرب رو همینجا یاد میگیریم. بیا توی یه مثال یه ذره پیشرفته تر، مثلا من قراره که از شهر آ برم به شهر در واقع سی. بذارید من قلممو انتخاب کنم بچه‌ها. مثلا من از شهر آ قراره برم به شهر سی، اینجا آ باشه، اینجا بی باشه، اینجا دی باشه و گفتم سی، سی رو گذاشتم آخر. اگر قرار باشه ما از آ به شهر سی بریم، به نظر شما چند تا مسیر مختلف وجود داره؟ یکی از مسیرهایی که وجود داره اینه که این مسیر بالایی رو انتخاب کنه، تازه شد یه دونه. اگر من بیام مسیرم رو حتی تا اینجا بگذرونم، نگاه کنید، مثلا تا اینجایی که قبلا اومده بودم هم مسیر قبلیه رو برم بعد مسیر مستقیم رو انتخاب کنم، یه راه جدیده. خب یعنی حتی تا یه جایش با هم مساویان و از یه جایی به بعد دیگه مسیر تغییر کنه، یه مسیر جداست. میخوایم ببینیم در کل چند تا مسیر مختلف وجود داره. میام میگم که خب از اصل ضرب استفاده میکنیم، میگیم از آ تا بی چند تا مسیر وجود داره؟ سه تا مسیر وجود داره. از بی تا دی چند تا مسیر وجود داره؟ از بی تا دی دو تا مسیر وجود داره، دوباره دی تا سی هم سه تا مسیر. اصل ضرب یعنی اینا رو در هم دیگه ضرب کن، 3 2 تا 6، 3 6 تا میشه 18، یعنی من 18 تا مسیر مختلف وجود داره که بخوام از آ تا سی برسم. یه ذره پیشرفته ترش کنیم بچه‌ها، من قراره که حالا اصل جمع رو وارد داستان کنم. یه جمله‌ای رو همین الان با هم دیگه کنار بیایم. از این به بعد یه جا دیدی و یعنی ضرب، خب و دیدی یعنی ضرب، اما اگر دیدی یا یعنی جمع، قبوله؟ یا یعنی جمع. ببین شبیه کلمش کردم که تو ذهنت بمونه. پس من میام میگم که الان توی این مسیرهایی که وجود داری، مثلا فرض کن من میخوام بازم از آ تا سی برسم، میام میگم که خب یا از این مسیر بالاییه میتونم برم، یا از این مسیر بالاییه میتونم برم، یا از این مسیر وسطی میتونم برم، یا از این مسیر پایینی میتونم برم، درسته؟ اگر بخوام یه ذره پیشرفته تر راجبش صحبت کنم، اینا رو نامگذاری کنم، بگم مثلا مسیر مستقیم آ تا سی رو میتونم انتخاب کنم، مسیر آ بره به سمت بی، بره به سمت دی، بعد بره به سمت سی رو انتخاب کنم، یا بیام از آ تا اف،
بعد از اف برم به سمت سی، بس یا این یا این یا این یکی، درسته؟ پس من سه تا مسیر دارم، بینشون چیکار کردم؟ یا گذاشتم. یا یعنی چی؟ بهت گفتم یعنی جمع. خب از آ تا سی چند تا مسیر وجود داره؟ کلا یه مسیر وجود داره، درسته؟ اینجا یه مسیر وجود داره. اینجا رو بخوایم انتخاب کنیم چند تا مسیر وجود داره؟ میگیم خب نگاه کن، مسیر اول که سه تاست، بعد دو تاست، بعد دوباره سه تاست، اینا ضرب میشن در هم دیگه، سه دو تا 6 تا، بعد دوباره سه 6 تام که میشه 18، درسته؟ بعد بعدیشو نگاه کن، از آ تا اف خوام بیام برسم اینجا، میگم آقا برای اولیه باز دو تا وجود داره، بعد بعدی هم دو تا وجود داره، ضربش کنی میشه 4 تا، چون اصل جمع اینا بعد چی بشن با هم دیگه؟ جمع بشن. ببین اینا رو داخلشون رو ضرب کردیم، اما بینشون چون یا وجود داره جمع میکنیم. حالا هر چقدر شد، ما نمیدونیم مقدارش چنده، هر چقدر که شد بر ما فرقی نمیکنه، درست شد؟ پایینی یه ذره سخت‌تره، بذاریم بیارم بالاتر شما متوجه بشین که چیکار دارم میکنم. بذاریم من سال آخر رو براتون حل کنم از این مدل. برای سال آخریه نگاه کنیم بچه ها، من باز نامگذاری میکنم، میگم آقا از آ تا سی قراره برسم، از آ تا سی قراره برسم، میام میگم این بی، این دی، بعد خدمتتون نامگذاری کنم اینو، بازم اف. خب مثل قبلی اف نامگذاری کردم، باز مثل قبلیه بیایم من رنگ قلم عوض کنم که قاطی نشه با این جوابمون، میام میگیم که میتونیم از آ به سی برسیم. ببین از آ به سی رسیدم، بعد ایان که از آ بیام برسم به اف، برسم به بی، بعد برسم به دی، بعد برسم به سی، یا اینکه از آ بیایم به بی، بعد بیایم به اف، بعد بریم به سی، درسته؟ بینشون باز چیه؟ یا تا یه جایی هم، ببین آ تا بی رو، آ تا بی رو من تا یه جایی مشترک دارم، ولی بعدش مسیرم تغییر کرده، بین اینا چی گذاشتم؟ یا گذاشتم. حواست با من باشه، هیچ جایی فکر نکن. از آ تا سی چند تا ما مسیر داریم؟ یه دونه مسیر داریم، درسته؟ بعدی از آ تا بی بعد من باید سه تا خونه بکشم براش، میگم اینجا که سه تا حالت داریم، اینجا دو تا حالت داریم، اینجا هم سه تا حالت داریم، بذار بیام کنار ببینی شما، سه تا، دو تا، سه تا. دوباره آخریه رو نگاه کن، آخریه رو اگر بخوایم حساب کنیم بازم من سه تا خونه میکشم، میگم سه تا، دو تا، دو تا، درسته؟ سه تا، دو تا، دو تا. باز اینا باید بینشون ضرب بشه، جواب نهاییشون با هم دیگه چی میشه؟ جمع میشه. مثلا فرض کن این دایره شده، این مثلث شده، اینم مثلا مربع شده، هر چی بودن جواباشون رو با هم دیگه چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم. این است. اگر متوجه نشدی میتونیم بچه‌ها برای من کامنت بذاریم، من کامنتاتون رو میبینم، حتما جواب میدم، ولی اصلا چیز سختی رو نگفتم، یعنی تا اینجای کار باید کامل متوجه شده باشی من چیکار کردم. حالا بریم سراغ سوال بعدی. در مورد سوال بعدی صحبت می‌خوایم کنیم، حتما با من همراه باشین. میگه با ارقام 2 5 7 8 و 3 چند عدد 4 رقمی میتوان نوشت به طوری که تکرار مجاز باشه؟ بذار چند تا عدد من همینجوری مثال بزنم با این عددا، می‌خوایم عدد 4 رقمی بسازیم با این عددا. مثلا ما داشته باشیم، مثلا ما داشته باشیم 2 مثلا داشته باشیم 2 5 7 و 8، درسته؟ الان یه عدد 4 رقمی ساختیم، پس ما یه عدد 4 رقمی با این عددا ساختیم، ولی حواست باشه وقتی میگه تکرار مجازه یعنی من اجازه دارم مثلا 7 رو دو بار تکرار کنم، اصلا سه بار تکرار کنم. نگاه کنی اینم 7 بگیر، ما در کل چند تا عدد میتونیم با اینا بسازیم؟ با این عددی که اینجا داریم چند تا عدد 4 رقمی میتونیم بسازیم؟ گوشت با من باشه، من میام میگم که خب من یه خونه 4 رقمی براش میکشم، یه خونه 4 رقمی براش میکشم، داریم برای اینکه 4 رقمی 4 تا خونه کشیدیم، اگه میگفت 5 رقمی من 5 تا خونه میکشیدم براش. حالا میگیم تکرار مجاز باشد، اگه قرار باشه تکرار مجاز باشه پس در واقع هر 5 تا عددی که اینجا قرار گرفته خب این خونه اول میتونه قرار بگیره، یعنی جای هزارگان. اینجا نگاه کن، مثلا جای این دوه میتونست بقیه رقما 5 و 7 و 8 و 3 همشون قرار بگیره، یعنی هر 5 رقم اینجا قرار میگیره. نگاه کنیم بچه ها اینجا چطور، بازم هر 5 رقمی که داریم، یعنی من باز همه این رقمایی که اینجا دارم چه اشکالی داره اینجا قرار بگیره؟ چون تکرار مجازه میتونه اینجا قرار بگیره، باز هر 5 عددی که داریم میتونه اینجا قرار بگیره و بازم میتونه
هر 5 تا رقم اینجا قرار بگیره. اگر ضرب کنیم اینا رو در هم دیگه، جوابش که به دست بیاد میشه 625. حالا هر چقدر بود دیگه، کار نداریم، هر چقدر بود. برای پایینیه میگه تکرار مجاز نباشد. بچه اگر قرار باشه تکرار مجاز نباشد، من کاری که انجام میدم اینه، بزنی رنگ ماژیکمون عوض کنم. میگه تکرار مجاز نباشد، اگر تکرار مجاز نباشد، من میام میگم که خونه اول میتونه 5 تا رقم قرار بگیره. بذار یه مثال بزنم همیشه تو ذهنت بمونه. مثلا فرض کنیم ما 3 تا دانش آموز داریم، 3 تا دانش آموز فرضی قراره بیان اینجا روی 3 تا صندلی بشینن. صندلی اول چند نفر شانس داره روی یه صندلی بشینه؟ هر 3 نفر شانس دارن بشینن. صندلی اول یک کدومشون میشینه، بعد صندلی بعدی یکی دیگه از بچه‌ها میاد میشینه، چند تا شانس دارن ولی بخوان قبلش بشینن، 2 تا شانس دارن، یکی میشینه و صندلی آخر نفر آخر مجبوره بشینه. یعنی یه دونه شانس داریم، 3 تا شانس، 2 تا شانس، یعنی یه دونه یه دونه کم شدن، چون قرار بدون جایگذاری در واقع یه مسئله رو حل کنیم. اینجا نگاه کنیم بچه‌ها، با من باشین. قرار تکرار مجاز نباشد. من میگم خب خونه اول هر 5 تا عدد میتونن قرار بگیرن. بچا این عددی که این بالا مینویسم از الان قرار داد با هم دیگه، تا آخر صفحه 22 که با هم دیگه میریم جلو، از این به بعد بدون که این یعنی در واقع شماره مرحلمون، یعنی مرحله یک من اینو پرش کردم، این خونه رو پر کردم. مرحله دو حالا نوبت این یکیه. میگم که خب اینجا هر 5 تا رقم میتونن قرار بگیرن، یه دونشون ولی استفاده شده، تکرار مجاز نیست، دیگه اجازه نداریم از اون استفاده کنیم. پس توی حالت دوم ما بعد 4 تا عدد اینجا قرار بدیم. تو حالت بعدی چند تا میشه؟ میشه 3 تا. حالت بعدی 2 تا. چرا؟ چون در واقع داره یه دونه یه دونه کم میشه، تکرار مجاز نیست. هر وقت تکرار مجاز نبود، ما یه دونه یه دونه میایم حالتامون رو چیکار میکنیم؟ کم میکنیم. اینجا میشه مرحله سوم، مرحله چهارم. اینایی که بالاش نوشتم بس شماره مرحله بوده. اینا رو هم ضرب میکنیم، حالا جوابش هر چقدر شد. خب ما کاری باهاش نداریم. بیا ما هم دیگه بریم سراغ فرد با تکرار. یه چیزی بهت بگم که کنار بیایم باهاش، نگاه کن. الان من میخوام بگم که از این به بعد میخوام بگم که هر وقت شرط داشتیم از شرط شروع میکنیم. قبوله؟ پس من میخوام ببینم شرط دارم یا نه. این جمله منو لطفا بنویس. ما عددی رو فرد میدونیم که یکانش فرد باشه، درسته؟ اصلا کاری با عددهای غیرش نداریم، ما فقط آخرین رقممون یکانمون اگر فرد باشه عددمون فرده. عددی زوجه که یکانش زوج باشه، درسته؟ حالا بیا ما هم دیگه بریم سراغ فرد با تکرار. در مورد فرد با تکرار صحبت کنیم. فرد با تکرار من میام باز براش 4 تا خونه بکشم. دلیلشو میدونی چیه دیگه؟ گفتیم آقا قراره که برای حل کردن این سوالات از اونی شروع کنیم که شرط داره، یعنی از شرطش شروع کنیم. فرد مگه نیست شرط بودنمون؟ یعنی مرحله یکمون از شرطمون شروع میشه، فرد بودن شرط ماست. کدوم عددا الان فردن؟ یه دونه 3، یه دونه 7، یه دونه 5، درسته؟ این 3 تا فرد هستن، یعنی تو خونه شماره 1 میتونه 3 و 5 و 7 قرار بگیره، درسته؟ اینجا 3 تا حالت داریم. یکی چون گفته با تکرار راستی هر 5 تا عدد ولی اجازه دارن دیگه، توی مرحله 2 و 3 و 4 که دیگه اینجا رو پر میکنیم، هر 5 تا عدد میتونن اینجا قرار بگیرن، اینجا و اینجا میتونن قرار بگیرن، چون با تکراره. حواست باشه. پس اگر با تکرار بود فقط شرطتو اعمال کن، بقیه رقما رو میریزیم این تو دیگه، اصلا کاری باهاش نداریم که. اینا رو ضرب میکنیم، باز جوابش هر چقدر شد. اما فرد بدون تکرار رو نگاه کنیم بچه ها. من اگه قرار باشه فرد بدون تکرار رو حل کنم، دارم این سوال فرد بدون تکرار رو اینجا جلوش حل میکنم. بازم اول از فرد بودن شروع میکنیم. فردمون چند تا حالت بودن؟ یکی 3 بود، یه دونه 7، یه دونه 5، و 3 تا حالت فرد داشتیم اینجا، مرحله یکیم بود. بعد میگفتیم که خب چون بدون تکراره به ازای هر خونه یه دونه کم میکنیم، یعنی به ازای خونه 3 من میام یه دونه کم میکنم. مرحله 2 3 4 باز از این ور شروع کردم. میبینیم مرحله 1 2 3 4، قبول؟ یعنی نیای دوباره باز از 1 2 3 4، اینجا اشکال نداره ولی خیلی جای دیگه به مشکل میخوری. مثل من عمل کن، 1 2 3 4. پس اینجا 3 تا عدد فرد داریم، میچینیم اینجا. چون گفته بدون تکرار یه دونه کم میشه به ازای هر خونه،
یه دونه کم میشه، نه یا سه تا دوباره کم کنیم. ما 5 تا عدد داریم، یه دونه کم کنیم به ازای خونه 1 اینجا میشه 4 تا، 3 تا 2 تا. نه یا بگی اینجا 2 تا 3 داریم، بس اینکه گفته بود بدون تکرار، چرا بس 2 تا 3 داریم؟ این حالتشه، تعداد حالتشه، 3 تا حالت اینجا، 3 تا حالت اونجا، که اگر اینا رو در هم دیگه ضرب کنیم میشه تعداد حالت‌های فرد بدون تکرار. بچه ها میتونین شات بگیرین از صفحتون، یعنی شما سعی کنین اسکرین شات یا شات بگیرین از در واقع گوشی یا لپتاپی که دارین، جواب‌ها رو داشته باشین اگر نمیرسین همزمان با من بنویسین که بعدم پرش کنین. اما حالا من در هر صورت فرد بدون تکرار رو گفتم، در مورد زوج بدون تکرار و زوج با تکرار خودتون فکر میکنید این همونه، فقط فرقش اینه که شما توی یکانتون بعد عددهای زوج رو قرار بدین. حتما تمرین میکنی خودت. بریم سال بعدی. پس لطفا شات بگیرین یه چند ثانیه، من وای میستم. خیلی خوب، بریم سراغ مضرب 5 با تکرار و مضرب 5 بدون تکرار، که اصلا سوالشو دوباره باز من طرح میکنم. رقمامون من فقط داشته باشم اینجا 2 5 7 8، قبوله؟ بذاریم رقم ها رو من این پایین بنویسم که داشته باشیم. خب این رقمایی بودش که ما داشتیم، درسته؟ حالا من قراره که زوج با ببخشید مضرب 5 با تکرار رو حل کنم. اگه قرار باشه مضرب 5 با تکرار رو حل کنیم، میگیم که خب چه عددی مضرب 5 دیگه باید بدونی. عددی مضرب 5 است که یکان آن 0 یا 5 باشد، دیگه هممون بلدیم. میگم خب من از مضرب 5 با تکرار شروع میکنم، یعنی اینجا 4 تا خونه براش میکشم. الان 0 یا 5، یکانش باید 0 یا 5 باشه. اگر نمیدونی بنویس بس جمله‌مو. عددی مضرب 5 است که یکان آن 0 یا 5 باشد. الان یکان ما فقط میتونه 5 باشه چون 0 رو نداریم. پس یه حالت 5 یه حالته. یه حالت رو اینجا نوشتم. مرحله 2، 3 و 4 هم که گفتم به ترتیب از اینجا شروع کن و بنویس 2، 3 و 4. حالا میگیم چند تا حالت اینجا باقی میمونه، چون که ما 5 رقم داشتیم، 5 تا حالت، 5 حالت، 5 حالت. حواست هستش که من دارم با تکرار مسئله رو حل میکنم دیگه، درسته؟ پس به خاطر این همش رو 5 گرفتم. اگر احیانا سوالمون رو طرح میکرد مضرب 5 بدون تکرار، قبوله؟ بیا با هم دیگه مضرب 5 بدون تکرار رو بریم. مضرب 5 بدون تکرار، اینو هم شما حتما اضافه کنید تو سوالاتتون. من اگه قرار باشه مضرب 5 بدون تکرار رو حل کنم، خب باز مرحله 1 اینجاست. خب چند تا عدد داریم که مضرب 5 باشن تو یکان بخوایم قرار بدیم؟ یه دونه عدد. فقط 5 که مضرب گفتیم 0 یا 5 باشه. اینجا چون 5 رو داریم من 5 رو نوشتم. خب یه حالت. مرحله 2، 3 و 4 میگیم چند تا عدد اینجا خب استفاده شد تو مرحله 1؟ یه دونه. کلا 5 تا بود، یه دونه کم بشه میشه 4 تا. چرا داریم کم میکنیم؟ چون در واقع بدون تکرار، حواست به این بدون تکرار باش. خب پس در واقع اینجایی که یه دونه عدد استفاده کردیم، این یکه، این هیچ چیز. میگیم اینجا میشه 4، یه دونه دیگه کمش کن میشه 3، یه دونه دیگه کمش کن میشه 2. اینا رو ضرب کنیم، حالا هر چقدر که میخواد بشه جوابش. پس چون بدون تکرار بود، یه دونه اومدم کم کردم. در مورد بزرگتر از 5000 بیا با هم دیگه صحبت کنیم. چه عددی رو میتونم بچه‌ها بزرگتر از 5000 در نظر بگیرم؟ عددی بزرگتر از 5000 که این بار هزارگانش در واقع یا 5 باشه یا بزرگتر از 5 باشه. 5 چرا 5؟ میتونی راجبش فکر کنی؟ یه عدد بگو هزارگانمون 5 باشه بچه‌ها با این عددهایی که اینجا داریم. بذاریم من رنگ ماژیکم عوض کنم که قاطی نشه. الان مثلا من اگر بخوام عددی رو انتخاب کنم که بزرگتر از 5000 باشه، مثلا 5783، درسته؟ یعنی من هزارگانم با این که 5، هزارگانم با این که 5 از 5000 بزرگتر شده. خب اگر 8 بگیرم چی؟ خب 100% بزرگتر از 5000. مثلا اگر 8725 من در نظر بگیرم، حتما از 5000 بزرگتره. با من باش، فکر جایی نره. بزرگتر از 5000 رو من اگر قرار باشه اینجا بنویسم، بزرگتر از 5000 شرطمون هزارگانمونه.
پس شرطمون هزارگان، یعنی مرحله یک اینجاست، هزارگانمونه. چه عددهایی میتونه قرار بگیره؟ عددامون اینا بودن، اینجا برات نوشتم. ببین 5 و 7 و 8، خود 5 هم گفتم هست. 5 و 7 و 8 میشه چند تا عدد؟ میشه 3 تا عدد. قبوله، 3 تا عدد. یه عدد کم کنیم، ببخشید چون با تکرار کم نمی کنیم، میگیم اینجا مرحله 2 بازم هر 5 عدد، مرحله 3 بازم هر 5 عدد، مرحله 4 بازم هر 5 عدد. پس این عددا رو در هم دیگه ضرب می‌کنیم چون با تکرار، حواست با من بود. پس اینجا بزرگتر از 5000 5 و 7 و 8 رو نوشتم، ولی عددایی که اینجا نوشتیم هر 5 تا عدد که چون با تکرار. اما برای بدون تکرار بودنش، برای بدون تکرار بودن بچه‌ها، بازم میگیم شرطش اینجاست، مرحله یک اینجاست، 5 و 7 و 8 هر سه تا عددمون رو اینجا می‌نویسیم. مرحله 2 3 و 4 هم که به ترتیب اینجا میشه، چون گفته بدون تکرار، حواست با من بود دیگه، بدون تکرار چیکار میکردیم؟ میومدیم یه دونه یه دونه کم میکردیم به ازای هر خونه‌ای که داره مصرف میشه. الان به ازای خونه یک ما میایم، چون بدون تکراره یه دونه کم میکنیم. کلن چند تا عدد داشتیم؟ 5 تا عدد داشتیم. یه دونه کم کنیم میشه 4 تا عدد، یه دونه دیگه کم کنیم 3 تا عدد، یه دونه دیگه کم کنیم 2 تا عدد، ضرب میکنیم هرچی که دوست داره بشه. پس اینم شد در مورد نوشتن تعداد عددهایی که قراره با یه سری مثلا رقمی که بهمون بده قرار باشه بسازیم. سوال معروفیه، هم برای در واقع سوالاتی که معلم‌ها طرح می‌کنن، هم برای کنکور. ما یه ذره سخت‌ترش کنیم باز با هم دیگه. لطفاً شات بگیرین، اگه قرار شات بگیرین یه چند ثانیه وای میسم شما شات بگیرین. خیلی خوب، بریم سراغ سوال بعدی. ما توی سوال بعدی قراره که به همون عددهایی که داشتیم یه دونه صفر هم اضافه کنیم. بچه من به عددهایی که داشتم یه دونه صفر هم قراره که اضافه کنم، یه صفر خیلی بیادب. این صفر هر وقت وارد ماجرامون بشه کلن اذیتمون میکنه. ما قراره که سوالات رو، همه اون سوالاتی که با هم دیگه بالا حل کردیم، حالا با حالتی که صفر داریم حل کنیم. یه ذره دشوارتر میشه، تا آخرش با من همراه باش، روشمون رو با هم دیگه فیکس کنیم، با هم دیگه روش رو یاد بگیریم. خیلی آسون، خیلی راحت، اصلا نگران نباشید. نگاه کنید این عددا رو داریم، این بار چند تا رقم داریم؟ 6 تا رقم داریم، چون صفر هم وارد بازیمون شده. ولی همچنان قراره عددمون چند رقمی باشه؟ 4 رقمی باشه. یعنی من همچنان چند تا خونه براش میکشم؟ 4 تا خونه براش میکشم، چون قراره که عددم همچنان 4 رقمی باشه. بعد یه جمله رو بهت بگم، همین اول با هم دیگه کنار بیایم، باز تو حل سوالا تا آخر از این جمله استفاده میکنم. ما اولش صفر رو آدم حساب میکنیم، یعنی من صفر رو مثل بقیه رقما آدم حساب میکنم، بعد میام حرکتی که میزنم، برخلاف اون کاری که اکثر معلم‌ها انجام میدن. ما کاری که اینجا انجام میدیم، صفر رو گفتم آدم حساب میکنیم، ته تهش با روش جذابتر جالبتری راجبش میخوایم صحبت کنیم که بتونیم راحتتر این مسئله رو حل کنیم. یه چیز هم با هم دیگه نگاه کنیم بچه ها. مثلا عدد 0375، آیا این عدد 4 رقمیه؟ آیا این عدد 4 رقمیه؟ معلومه که نه. هر وقت ما در واقع این عددی که سمت چپ قرار داره 0 باشه، اون رقم خونده نمیشه. پس در واقع من این رو جزء عدد 4 رقمی حساب نمی کنم. به خاطر همین موضوعی که ما میگیم که اصلا 0 رو وقتی وارد ماجرامون میشه بعد جور دیگه‌ای بهش نگاه کنیم. تو این حل این سوال نگاه کنیم بچه ها، عددمون 4 رقمی شده، من شماره مرحله میزنم، میام میگم که خب قرار تکرار مجاز باشه، صفر رو آدم حساب میکنیم، چند تا رقم داریم؟ 6 تا رقم داریم، هر 6 تا اینجا حساب میشه، هر 6 تا، هر 6 تا، هر 6 تا، درسته؟ پس من 6 تا رقممو که داشتم تو هر خونه قرار دادم، ولی صفر قرار نیست اینجا قرار بگیره، چون اگر اینجا قرار بگیره دیگه عددمون 4 رقمی نیست، عدد ما 3 رقمی محسوب میشه. پس من میام میگم که اینجا این خونه رو خط میزنم، با این خط زدن عادت کن، کنار بیا، اینو میکنیم 5، درسته؟ 6 تا حالت داشت، الان میکنمش 5 تا حالت، ضرب میکنیم میشه هرچی که حالا میخواد باشه، درسته؟ جوابش هرچی میخواد باشه. به اون میگه تکرار مجاز نباشد. باز با من همراه باشیم بچه ها. ما یه خونه 4 رقمی میکشیم براش، این است.
با صفر رو آدم حساب میکنیم، تو خونه اول هر 6 تا رقم قرار میگیره، یه رقم بدون تکرار، یه دونه کمش میکنیم میشه چند تا؟ 5 تا. یه دونه دیگه کمش میکنیم میشه چند تا؟ میشه 4 تا. یه دونه دیگه کم کنیم میشه 3 تا. ولی بگو تو گوشت، حواست باشه تو گوش خودت بگو، ببین چون صفر در واقع تو خونه اول قرار بگیره خونده نمیشه، ما یه حالت رو باید کم کنیم. من مدام رنگ ماژیکو عوض میکنم که شما ببینید من این خط زدن رو انجام میدم. اینجا باز خط میزنم میشه چند تا؟ میشه 5. پس خونه اول صفر قرار نمیگیره، من کمش میکنم. بچه ها حواستون با من هستش که ما توی حل این سوالات این 5 و این 5 رو داریم. گفتم بهتون تعداد حالتامونه، اینا الان 5 و 5 با هم مساوی نیستن، این 5 تا حالت دیگه است، این 5 تا حالت دیگه است. نگران نباشید توی بدون تکرار اگر در واقع دو تا عدد مساوی شد کاری باش نداریم، همینجوری ضرب میکنیم، جواب بازم هر چقدر که دوست داره میخواد بشه. بریم سراغ فرد با تکرار با هم دیگه، پر انرژی باشیم بچه‌ها. فرد با تکرار رو اگه بخوایم با هم دیگه حل کنیم، من میام میگم که بذارین روبروش بنویسم که فضام کمه اینجا، حتما جزوه رو توی کانال قرار میدم، تو کانال من عضو باشین، اونجا جزوه رو داریم و اینکه فقط کافی اینو پرش کنین، حالا اگرم نباشه که میتونیم بنویسین. فرد با تکرار رو اگر قرار باشه حل کنیم، گفتیم همیشه از چی شروع میکنیم؟ از شرط. شرطمون الان چیه؟ شرطمون اینه که ما اینجا الان فرد بودنمونه، درسته؟ چند تا عدد فرد داریم؟ یه دونه 3، یه دونه 7، یه دونه 5، میشه چند تا؟ میشه 3 تا، درسته؟ 3 تا. بعد یه دونه عدد اینجا استفاده میکنیم، ببخشید چون با تکرار کاری باش نداریم، چند تا رقم داشتیم؟ 6 تا رقم داشتیم. هر 6 تا اینجا قرار میگیره، هر 6 تا اینجا قرار میگیره، هر 6 تا اینجا قرار میگیره، چون با تکرار بود هر 6 داره اینجا گذاشتم. ولی صفر رو که اولش آدم حساب کرده بودیم باید از اینجا حذفش کنیم. من اول آدم حساب کردم، همه رو نوشتم 6، ولی اینجا دیگه میگم آقا صفر نباید قرار بگیره، صفر رو خط میزنیم میشه چقدر؟ میشه 5. یه دور دیگه من جمله هامو تکرار کنم شاید بهتر متوجه بشی. نگاه کن، شرطمون اینجاست، مرحله 1 اینجاست، بعد 2، 3 و 4، قبوله؟ گفتیم الان در حال حاضر شرطمون فرد بودنه، 3، 7، 5، اینجا 3 تا رقم اینجا قرار میگیره. گفتیم کلا چند تا رقم داریم؟ 6 تا، 6 تاش اینجا، اینجا و اینجا. ولی چون صفر خونه اول نباید قرار بگیره، پس یه دونه کمش کردم، به جای 6 تا نوشتم 5 تا. حالا بریم سراغ فرد بدون تکرار، این رو میخوام حل کنم. حواست باشه که این رو من اینجا دارم می‌نویسم، به دلیل کم بوده جا حالا یه ذره دارم اینور اونور می‌نویسم. خب فرد بدون تکرار، خب من میخوام در مورد فرد بدون تکرار صحبت کنم. بازم میگم که چند تا رقم فرد داشتیم؟ 3 و 7 و 5، 3 تا رقم داریم، مرحله 1 اینجاست. مرحله 2 میگیم خب 3 تا رقم داریم، چون بدون تکراره از 6 تا رقممون یه دونش استفاده بشه، یه دونش کم بشه، میشه چند تا رقم؟ میشه 5 تا رقم. یه دونه دیگه استفاده بشه میشه 4 رقم، یه دونه دیگه استفاده بشه میشه 3 رقم. صفر هم که گفتیم توی این خونه قرار نمیگیره، حواست با منه، صفر هم اینجا قرار نمیگیره، اینجا 4. چقدر آسون، اصلا کاری باش نداریم و خیلی آسون داریم این سوالا رو حل میکنیم. پیچیدش نکنید بچه‌ها، راحت میتونید حل کنید. حتما خودتون باید سوالات رو مجددا حل کنید. یعنی من هر سوالی که دارم حل میکنم با اینکه احساس میکنی ممکنه که چیز آسونی حتی مثلا برای سوالات آسون باشه، بعد خودت حل کنی تا به مرحله برسیم که دیگه کلا با هم دیگه مچ بشیم، همون روشایی که من میگم شما همونو با من تکرار کن. پس فرد با تکرار و فرد بدون تکرار رو هم یاد گرفتیم. یه بار دیگه فرد بدون تکرار رو بگم. ما توی خونه یکانمون گفتیم عددای فرد قرار میگیرن، 3 و 7 و 5، چند تا رقم داریم؟ 3 تا رقم اینجا داریم. بعدش یکی از رقم‌هامون رو چون بدون تکراره کم می‌کنیم به ازای خونه 1، از 6 تا رقم میشه 5 تا رقم، یه دونه دیگه کم میشه میشه 4 رقم، یه دونه دیگه کم میشه میشه 3 رقم. این 5 چون صفر تو خونه آخر قرار نمیگیره خط خورد، اونجا شد 4. بیا بریم سراغ زوج با تکرار. زوج با تکرار رو با هم دیگه حل کنیم. من در مورد زوج با تکرار، من قلمم رو در واقع عوض کنم، نگاه کنید. زوج با تکرار، زوج با تکرار، زوجامون کیان؟ 0 و 8 و 2، درسته؟ میتونی زیرش بنویسی بهتر اصلا این کار رو انجام بدی. 0 و 8 و 2، چند تا حالته؟ 3 تا حالت. دقت کردی؟ از شرط هم شروع کردم، شد 3 تا حالت. یه دونه اینجا در واقع رقم استفاده شده، اما چون با تکراره کاری باش نداریم که میگیم هر 6 رقم اینجا، هر 6 رقم اینجا، هر 6 رقم اینجا.
من میام میگم که خب یه رقم اینجا در واقع اینجا رقم صفر قرار نمیگیره، خط میخوره میشه 5، درسته؟ اینجا چون صفر قرار نمیگیره خط میخوره میشه 5، تموم شد. پس یه بار دیگه اینجا سه تا رقم زوج 0 و 8 و 2 قرار میگیره، بعد هر 6 رقم چون با تکرار هر 6 رقم مونتا اینجا صفر قرار نمیگیره خط میخوره میشه 5. هر وقت صفر داشتیم بس خونه اول حواسمون باشه که وقتی عادی رفتار کردیم، یعنی همه چیز رو فکر کن عادیه، یعنی اصلا شما به هیچی فکر نمی‌کنی، انگار اصلا صفر وجود نداره، حلش می‌کنی، تهش داری یه دونه خونه اولو خط می‌زنی، کاری نکردیم که خونه اولو خط زدیم یه دونه کمش کردیم. لطفاً تا اینجا بازی شات بگیرین، من تا برم سراغ سال بعدی لطفاً حتماً یه عکس بگیرین ازش. خیلی خوب، می‌خوام برم سراغ سال پایینی. الان وارد موضوع خیلی جالبی میشیم، میخواییم روشی رو با هم دیگه کار کنیم که بتونیم خیلی از مسائل رو براحتی حل کنیم. منتها گوشتون با من باشه، من دو تا چیز رو خیلی روشون حساسم، یه دونه زوج بدون تکراره، خب زوج بدون تکراره، زوج بدون تکراره، یکی هم مضرب پنج بدون تکرار. میخوام راجع به این دوتا صحبت کنم. بذارین عددامون من از اون بالا ببینم، بعد بریم یه صفحه سفید باز کنیم اونجا بنویسیم. 2 5 7 8 3 و 0. این رقمامون بود. من قراره که بیام زوج بدون تکرار و مضرب پنج بدون تکرار رو درسشو بهتون بدم. پس یه دونه زوج بدون تکرار، زوج بدون تکرار و یه دونه مضرب پنج بدون تکرار، مضرب پنج بدون تکرار. خب این دوتا خیلی اذیتمون میکنن اگر حواست با هم نباشه. خب با من باشین تا آخر این مبحث که بتونیم با هم دیگه اینو جمعش کنیم. نگاه کنیم بچه ها، هر وقت شما زوج بدون تکرار و مضرب پنج بدون تکرار دیدین، یه زنگی باید تو گوشتون به صدا در بیاد. باید حواستون باشه که اینا باید دو تیکه حل بشن، یعنی دو تیکه میشه. دلیلش رو بهت میگم، یعنی الان ما بعدش که میخوایم سوال حل کنیم دلیلش رو بهت میگم که آقا چرا این باید دو تیکه بشه. یکی از این تیکه هامون در واقع میگیم که یکانمون باید صفر باشه، یکان صفر باشد. یکی دیگه از تیکه هامون میگیم یکان صفر نباشد. خب یکان صفر نباشد، پس دو تیکه کردم. یکی از تیکه هامون میگم یکان صفر باشد، یکی از تیکه هامون میگم یکان صفر نباشد. حالا یه دونش رو با هم دیگه حل کنیم. فعلا زوج بدون تکرار رو حل کنیم توی این تیکه که اینجا پایین مینویسم. دلیلش هم بهت میگم اگر یاد نگرفتی دلیلشو اب نداره، یعنی مفهومی اگر نفهمیدی چرا دارم میگم آقا این باید دو تیکه بشه که میگم بهت، اب نداره روششو یاد میگیری، با روشش میتونی راحت حل کنی. الان نگاه کنیم بچه ها، ما میایم میگیم که فرضاً نیایم دو تیکه کنیم، یعنی من اینجا 4 تا خونه براش بکشم، برای زوج بودن مرحله بندی میکردیم، میگفتیم مرحله 1 اینجاست. حالا اول زوجامون رو نگاه کنیم، یه صفرم زوج دیگه، حواست با منه دیگه، صفر زوجه، بعد یه دونه 8م زوجه، یه دونه 2م زوجه. چند تا رقم زوج داریم ما؟ 3 تا رقم زوج داریم، یعنی 0 و 8 و 2 میشه 3 تا رقم زوج. بعد ما میایم میگیم که خب اینجا چون یه رقم استفاده کردیم، اینجا باید چه اتفاقی بیفته؟ یه دونه از تعداد رقممون کم بشه. کلا چند تا رقم داشتیم؟ 6 تا رقم داشتیم. تو مرحله 2 من می‌نویسم 5، یه دونه کم می‌کنم میشه 4، یه دونه کم می‌کنم میشه 3. حالا این 5 رو من باید خط بزنم یا نه؟ گوشت با من باشه. اگر صفر اینجا استفاده شده باشه نباید خط بزن. اگه صفر استفاده نشده باشه، خب چون اینجا نباید صفر باشه باید خط بزنم. یه دور دیگه. اگر صفر استفاده شده باشه، اینجا نباید خط بزنیم. خب صفر استفاده شده دیگه، چرا باید اینو خط بزنم؟ اگه صفر استفاده نشده باشه، بله چون ما نمیدونیم صفر الان کجاست، اینجا باید یه حالت کم کنیم. به دلیل همین موضوع که الان ما توی دوگانگی هستیم، بالاخره خط بزنیم یا نزنیم، پس من از این روش اجازه ندارم استفاده کنم. یعنی شما اجازه ندارید بیاین این رو توی یه مرحله حلش کنید، خط میخوره.
میایم بس چیکار میکنیم؟ میایم دو تیکش حل میکنیم، دو تیکش میکنیم حل میکنیم. الان برای حل کردن این سال میگم یه بار باید یکانم صفر باشه. بیا من این جواب اینو دارم مینویسم، گیج نشی. یکان صفر باشد، یکان صفر باشد. یه بار میگم یکان صفر نباشد. تکراری نوشتم که تو ذهنت بمونه، تکرار معجزه میکنه دیگه. شما یه چیزو مدام تکرار کنید توی ذهنتون همیشه میمونه. الان اینجا با من باشین، یکان بخواد صفر نباشه، صفر باشه، من صفر رو قرار باشه اینجا بذارم، چند تا حالت میشه با منی؟ میشه یه حالت دیگه. اگر اینجا یه حالت شد، از 6 تا حالتمون یه دونه کم میشه، اینجا میشه چند حالت؟ میشه 5 حالت، یه دونه دیگه کم میشه، میشه 4 حالت، یه دونه دیگه کم میشه، میشه 3 حالت. آیا 5 خط بخوره؟ نه. چرا؟ چون صفر اینجا استفاده شده، صفر استفاده شده رفته. خب وقتی صفر دیگه نیست، من چرا این، من اینجا اینو خط میزدم که میگفتیم آقا اگه اونجا صفر باشه اینجا در واقع به مشکل میخوریم، پس به خاطر این موضوع اینو خط نمیزنم. پس میمونه اینجا مرحله دو، مرحله سه، مرحله چهار. برای اون یکی هم دوباره توضیح میدم، اگه متوجه نشدین حتما تو مزرعه پنج متوجه میشین. یکان صفر نباشد، یکان صفر نباشه و بخواد زوج باشه، کدوم رقم ها میشه بچه ها؟ یه دونه دو میشه، یه دونه هشت میشه، یه دونه دو میشه، یه دونه هشت میشه. میشه چند حالت؟ میشه دو حالت. اینجا مرحله یک دو حالت شد. بعد به ازای هر خونه میومدیم یه دونه کم میکردیم، این خونه استفاده شده، یه رقم استفاده شده، بیاد این ور چند تا رقم میمونه با منی؟ میشه باز 5 تا 4 تا 3 تا. این بالایی فقط خونه آخریش داره با هم دیگه فرق میکنه، بقیه جا هم همینه. ولی اینجا ما میایم چیکار میکنیم؟ خونه اولو خط میزنیم. چرا خونه اولو خط میزنیم با منی؟ میگیم چون ما میگیم اینجا صفر رو که استفاده نکردیم، صفر کجاست؟ ممکنه اینجا باشه، ولی نباید تو خونه هزارگانمون صفر باشه، چون عددمون دیگه 4 رقمی محسوب نمیشه. پس اینو یه حالت کم میکنیم، میشه 4 حالت. تموم شد رفت. جواب این رو حساب میکنیم، مثلا فرض کنین جواب این دایره بشه، جواب این مثلث بشه، جواب باید با هم دیگه جمع بشه، چون یا یکان صفر است یا یکان صفر نیست. یا یعنی چی؟ یعنی جمع. خیلی خوب، پس زوج بدون تکرار رو با هم دیگه یاد گرفتیم. آقای خنجری، آیا اشکال نداره که ما مثلا توی حالت زوج با تکرارم دو تیکه کنیم؟ بله اشکال نداره، یعنی دو تیکه کردن برای اونجا اشکال نداره، ولی سری که درد نمی‌کنه رو که دستمال نمی‌مادن، نمی‌ایم خودمون رو درگیر مثلا حل کردن به روشی یه ذره سخت‌تر کنیم. که پس من توی حالتی که در واقع با تکرار هستن نمیام این کار رو انجام بدم. الان تو سوال قبلی نگاه کنید، ما زوج با تکرار رو که داشتیم حل می‌کردیم دو تیکش نکردیم، که اگر این کارو می‌کردیم اشکال نداشته، یعنی شما می‌تونستین باز این سوال رو با روش در واقع دو تیکه کردن حل کنیم، ولی نمی کنیم این کار. ما برای همون دو حالت، یعنی در واقع زوج بدون تکرار و مزرعه بدون تکرار، میایم دو تیکه میکنیم. و البته سوالاتی که باز خاص‌تر میشن تو تستا، اونجا باز بهتون میگم که چه زمانی ازش استفاده میکنیم. لطفا باز یه دونه شات بزنین روی این صفحه، حتما یه عکس ازش داشته باشین. من چند ثانیه صبر میکنم تا شما شات رو بگیرین. خیلی خب، خیلی هم عالی. بریم با هم دیگه مضرب 5 رو با هم دیگه حل کنیم. مضرب 5 با تکرار رو اینجا حل میکنم، بدون تکرار رو میرم تو اون صفحه سفیده، اونجا براتون حل میکنم. نگاهتون با من باشه. الان من توی در واقع مضرب 5 با تکرار، عددامون یه دور دیگه با هم بنویسیم. بودش 2, 5, 2, 5, 7, 8, 3 و 0. قبوله؟ این عددام بود. قراره که مضرب 5 در واقع با تکرار رو براتون حل کنم. اینجا مضرب 5 با تکرار رو قرار براتون حل کنم. گفتیم چه عددی مضرب 5؟ عددی مضرب 5 است که یکان آن 0 یا 5 باشد. الان 0 و 5 رو اینجا دارم، 0 و 5 رو اینجا بنویسیم، درسته؟ میشه چند حالت؟ میشه دو حالت. یه دونه عدد اینجا استفاده کردیم، ولی چون با تکرار نیازی نیست از اینا کم کنیم. هر 6 تا رقم اینجا قرار میگیره، هر 6 تا رقم، هر 6 تا رقم. صفر که اینجا قرار نمیگیره فای خنجری. آره بس خط میخوره، اینجا میشه 5، ضرب میکنیم بازم هر چقدر شد. مضرب 5 بدون تکرار چی؟ با من بودی اونجا رو تو صفحه قبلی گفتم آقا یه زنگی تو گوشت به صدا در بیاد. اگر مضرب 5 در واقع
با بدون تکرار بود چی کار کنیم؟ بیا بریم تو پایین صفحه بنویسیم. الان اینجا میخوام در مورد مضرب پنج بدون تکرار صحبت کنم. عددا من باز بنویسم که گیج نشیم. 2 5 7، 2 5 7، 8 3 0. حالا بهم گفته مضرب پنج بدون تکرار، من میام دو تیکش میکنم. یه بار میگم یکان صفر باشد، یکان صفر باشد. یه بار میام میگم یکان صفر نباشد. قبوله؟ یکان صفر نباشد. اینجا باشیم بچه ها. ما توی حالتی که یکان صفر باشد، خب صفر چند تا حالته؟ صفر یه حالته، مرحله یک اینجاست. یکان صفر باشد، صفر یه حالته. یه حالت استفاده کردیم. از چند تا حالت؟ از 6 تا حالت. میمونه چند تا حالت؟ میمونه 5 تا حالت. یه دونه دیگه استفاده کنیم میشه 4 حالت، یه دونه دیگه استفاده کنیم 3 حالت. چرا داریم مدام کمش میکنیم؟ چون بدون تکراره. تو بدون تکرارا میگفتیم یه دونه یه دونه کم میکنیم. با تکرار بود هر 6 تا رو مینوشتیم اینجا، ولی چون بدون تکراره یه دونه یه دونه کمش میکنم. راستی این پنجه رو باید آیا ازش کم کنیم هیچ رقمی رو؟ معلومه که نه، چون صفر اینجا استفاده شده، صفر رفته، صفر رفته دنبال بازیش، دیگه اینجا نیستش که اصلا بخواد من اذیت کنه. پس چون اصلا صفری نداریم، اینجا صفر رفته، خب من دیگه اینو خط نمیزنم. اما اینجا رو نگاه کن، یکان صفر نباشد چی؟ یکان صفر نباشه، بخواد مضرب پنج باشه، چه رقمی اینجا قرار میگیره؟ اینجا فقط 5 قرار میگیره، درسته؟ اینجا چند تا حالت داریم؟ یه حالت داریم. پس 5 یه حالت دیگه. اینم شماره مرحلهشه. 1 2 3 4. اینی که بالاش می‌نوشتیم شماره مرحلهش بود که شما بعدها مثلا 20 سال بعدن بیاین نگاه کنین جزوه رو، یادتون میاد خب از اینجا پرش کردیم که. نگاه کنیم بچه‌ها، این مرحله 1 بود. یه رقم اگر استفاده کنیم اینجا میشه چند تا رقم؟ از 6 تا یه دونه استفاده می‌کنیم میشه 5 تا، یه دونه دیگه استفاده کنیم 4 تا، یه دونه دیگه استفاده کنیم 3 تا. اما چون اینجا صفر نرفته، من اینجا یه دونه خط میزنم، اینو چندش میکنم؟ میشه 4. چون اینجا نباید صفر قرار بگیره، ضرب میکنیم جوابشون هر چقدر شد. مثلا این مثلث میشه این دایره، چون یا بین اینا جواب اینا باید با هم دیگه جمع بشه، هر چقدر شد باید با هم دیگه جمعشون کنیم. دانش آموز دارم اشتباه رایج. اینجا 5 رو میبینه، اینجا مینویسه 5. 5 یه حالت دیگه، کلا 1 رو مینویسه. یه دور دیگه بگم بچه‌ها، همچنان که شات میگیریم به حرفای من گوش کنید. من برای حل کردن این سوال گفته مضرب 5 بدون تکرار از بین این رقم قراره که ببینم که چند تا حالت داریم. گفتیم دو تیکش میکنیم. هر وقت که شما دیدین که مضرب پنج بدون تکرار و زوج بدون تکرار، در چه صورتی؟ در صورتی که ما صفر داشته باشیم. اگه صفر داشتیم حتما باید دو تیکش کنیم. الان من دو تیکش کردم، یه بار گفتم یکانم صفره، یه بار گفتم یکانم پنجه. یه حالت یه حالت، بعد یه دونه رقم استفاده میشه تو هر دوتاش، یه دونه کم میکنیم 5، یه دونه کم 4، 3. برای اینم هم، ولی اینجا چون صفر استفاده شده دیگه اینجا خط نمیخوره، اینجا چون صفر استفاده نشده اینجا خط میخوره، یه حالت کم میشه، میشه 4 حالت. اینم از این. بریم سراغ سوال بعدی. خاطرتون باشه دو تا حالتش باقی مونده بود، یه دونه بزرگتر از 5000 با تکرار و یه دونم بزرگتر از 5000 بدون تکرار. بیایم نگاه کنیم سوال رو. باز این سوال جالبیه، یعنی من اگر این سوال رو براتون حل کنم خیلی خوب. بزرگتر از 5000 در واقع با تکرار رو حل میکنم. بچه سوال جالبیه، در حد سوال کنکوره. ما میگیم اگر قرار باشه بزرگتر از 5000 با تکرار باشه چی کار باید کنیم؟ آقای خنجری، سوال آسونی بود که تهش یه اتفاقی میفته که اون اتفاقه وقتی ما صفر داریم اونه که جالبه برامون و اونو میخوایم در واقع براجبش بحث کنیم. من یه ذره بیارم بالاتر اون رقممون دیده بشه. نگاه کنید، اگر من 4 رقم بکشم، کدوم عددا بودن که بزرگتر از 5000 بودن؟ یه دونه خود 5 رو می نوشتیم، یه دونه 7 رو می نوشتیم، یه دونه 8 رو می نوشتیم. این که تا اینجا قبوله. چند تا حالت می شدن؟ 3 تا حالت می شدن. قبلا می گفتم اگر خود اینجا 5 بگیریم، مثلا 5752، بازم از 5000 چی هستش؟ بزرگتره. بس به خاطر همین خود 5 هم اینجا می تونیم قرار بدیم. مرحله 1مون می شد اینجا. مرحله 2
چون با تکراره میگفتیم هر 6 رقم اینجا قرار میگیرن، هر 6 رقم اینجا قرار میگیرن، هر 6 رقم اینجا قرار میگیرن. من مرحله 3 و 4 هم که اینجا نوشتم. اما ضربشون میکنیم بچه ها. من چون کار دارم با این عددی که اینجا قراره به دست بیاد، واقعا میام این عدد رو ضرب میکنم. به اجازه بدید من با ماشین حسابم بزنم. میام میگم که خب 6 ضرب در 6 ضرب در 6 که میشه 216. شما باید حفظ باشین، چون ما بعداً تو فضای نمونه‌ای که ما در واقع 3 تا تاس رو پرتاب میکنیم بهش نیاز داریم. این که 216 ضرب در 3 بشه، جوابی که به دست میاد 648. قبوله؟ پس این شد 648. اما جواب من 648 نیست، یه دونه کمتر از اینه. منهای 1 میکنم 647. میتونی بگی چرا؟ توی ذهنت تصور کن که چه اتفاقی داره میفته. ما 648 رو یه دونه ازش کم کردیم، شد 647. دلیل این که یه دونه کم کردیم رو الان میخواییم راجبش صحبت کنیم. بیام با این عددهایی که اینجا هستن یه عدد در واقع 4 رقمی بسازیم. گفتیم خونه اول 3 تا رقم، این 3 تان که میتونن قرار بگیرن 8 و 7 و 5. اما تو خونه 2 3 و 4 هر 6 تا رقم، یعنی همه این 6 تا رقم اجازه دارن توشون قرار بگیرن. یعنی ما توی خونه 2 3 و 4 هر 6 تا رقم میتونیم استفاده کنیم. مثلا یه عدد باشون بسازیم. فرضاً من 7 رو از اینجا انتخاب کنم، 5 رو از اینجا انتخاب کنم، چون اینجا هر 6 تا رقم میشد انتخاب کرد. برای خونه 3 3 رو انتخاب کنم، برای خونه 4 0 رو انتخاب کنم. قبول دارین که الان 7530 از 5000 بزرگتره. اما یه حالتی وجود داره که ما با این عدد رو اگر بخوایم استفاده کنیم، با این حالتی که اینجا داریم استفاده کنیم و بخوایم بسازیمش، از 5000 بزرگتر نیست. خب از 5000 بزرگتر نیست. اون حالت رو ببین میتونی تو ذهن تصور کنی. چند ثانیه بهت وقت بدم. خب احتمالاً خیلیاتون تونستین فکر کنین. خونه اولو اگر 5 انتخاب کنیم بچه‌ها، خونه اول اگر 5 انتخاب کنیم، خونه دوم رو اگر 0 انتخاب کنیم، دست خودمه دیگه، میتونم هر عددی انتخاب کنم. خونه بعدی رو با 0 انتخاب کنیم، چون تکرار چیه؟ مجازه. دوست دارم با 0 انتخاب کنم. خونه آخر رو باز 0 انتخاب کنم. 3 تا رقم هم اصلا دوست دارم مساوی بشن با هم دیگه. با این حالتایی که اینجا داریم، آیا 5000 که ساخته شد از 5000 که اینجا بهمون داده گفته بزرگتر باشه، بزرگتره؟ نه دیگه، 5000 و 5000 بزرگتر نیست. پس این منهای 1 به خاطر خود عدد 5000ه. قبوله؟ پس به خاطر این منهای 1 کردم. یه دور دیگه با هم دیگه مسئله رو کار کنیم بچه‌ها. میام میگم که خب هر 3 تا رقم 8 و 7 و 5 که ما میدونستیم بزرگتر از 5000 هستن اینجا قرار میگیرن. یعنی ما میخواستیم بزرگتر از 5000 بشه، اینجا قرار میدادیم هر 6 رقم. اما بعد از اینکه ضرب کردیم گفتم منهای 1 میشه، چون یک حالت 5000 هم وجود داره که بعد از اون یه حالت کم بشه 647. آخ خنجری، ما باید کی حواسمون باشه این صفر خیلی بی‌ادبه. یعنی صفر که وارد بازیمون میشه یه ذره اون حالت‌ها رو دستخوش تغییر میکنه. شما باید حواستون رو جمع کنید. هر چند 5 6 تا تستم تو این زمینه بزنید راه میافتید. یعنی من کافیه بگم مثلا کمتر از 5000، مثلا 3 رقمی کمتر از 500، 3 رقمی بزرگتر از 500. اینا رو شما کار کنید، خودتون قلقش دستتون میاد. یا مثلا اینا که دارم بهتون میگم، توی اونایی که دارم ویدیو رو مجدداً میبینن توی حالا آپارات یا توی همین لینک کانال سایت، حتما خودشون حل کنن. یعنی ویدیو رو نگه دارن همینجا، همینا رو حل کنن. 3 رقمی بزرگتر از 500، 3 رقمی کوچیکتر از 500، یا مثلا 3 رقمی بزرگتر از 250، اینم حل کنید. اینم سوال مثلا جالبی میشه. بزرگتر از 5000 بدون تکرار رو با من باشه. بس با تکراره یه حالت کم کردم، اما بدون تکراره رو برات حل کنم. رنگ ماژیکم عوض کنم که قاطی نشه با اون حالتایی که اون بالا نوشتیم. من دارم بزرگتر از 5000 بدون تکرار رو حل میکنم بچه براتون. بزرگتر از 5000 که گفتیم چه رقمایی بودن؟ یه دونه 5 بود، یه دونه 7 بود، یه دونه 8 میشد. 3 حالت. یه رقم اینجا مرحله 1. مرحله 2 یه رقم از اینا استفاده میشه، چون بدون تکرار از 6 تا رقمی که داشتیم، ایناش اینجا نوشتم،
از 6 تا رقمی که داشتیم یه دونش استفاده بشه میشه چند تا رقم؟ میشه 5 تا رقم. یه دونه دیگه استفاده کنیم 4 تا رقم، یه دونه دیگه استفاده کنیم 3 رقم. درسته؟ مرحله 3، مرحله 4. خیلی خوب، اینا رو ضرب میکنیم بچه ها. باز ضرب هم دیگه، من باز ضرب کنم این رو با ماشین حساب موبایلم. کار دارم، 3 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3 شده 180. اینجا که شده 180 منطقیه دیگه، همیشه باید بدون تکرارا از با تکرارا کمتر باشن، چون یه جورایی زیر مجموعه با تکراران دیگه، چون با تکرارا شامل بدون تکرارا هم میشن. اما منهای یک نداره بچه، منهای یک نداره. گوشت با من باشه، دلیل این که منهای یک نداره اینه که شما عمرن نمیتونی 5000 با اینایی که بدون تکرارن ایجاد کنی. 5000 سه تا رقم تکراری داره، خب من چه جوری بتونم سه تا رقم تکراری رو توی بدون تکرار ایجاد کنم؟ پس اصلا نگران این که یه عددی مساوی اون عددی که اونجا دارم بشه نیستم. اینجا اصلا منهای یک نکردم، اما اینجا منهای یک کردم. دلیلش هم بهت گفتم، چون قراره که اینجا وقتی منهای یک میکنیم، خدمتتون عرض کنم که خود 5000 از خود 5000 که اونجا داده بزرگتر نیست، پس این مشکل سازه برامون. منهای یک کردیم، اینجا وای میستم شما شاد بگیریم. بچه ها اگر هم اشکال داشته باشین قطعا جواب میدیم، یعنی تو فضای مجازی بهتون جواب میدیم. شما اشکالات خودتون رو بعدا میپرسیم، ما فیلمش رو میگیریم و براتون ارسال میکنیم. لطفا یه عکس بگیرین از صفحه، من چند ثانیه میستم. یه ذره صفحه‌مونم شلوغ شد، شما مونتا یه ذره اگه همراه بوده باشین حین در واقع تدریس خودتونم میتونید حل کنید. خیلی خوب، بریم سراغ سوال بعدی، فرمول صف و جایگشت. ببین در مورد فرمول صف من میخوام یه فرمولی بگم به اسم فرمول جایگشت هم میگن، ولی من میخوام اسمش بذارم صف. فرض کن سه نفر داریم، مثلا علی و رضا و مثلا مهدی. این سه نفر اگه قرار باشه که توی یه صف وایسن، به چند طریق مختلف میتونن توی یه صف وایسن، اصلا چیز سختی که نداره. میتونیم جای علی و رضا رو عوض کنیم، رضا علی مهدی، درسته؟ شبیه اسمای عربی شد. بعد دوباره باز اینجا رو علی بنویسیم، اینجا جای مهدی و رضا رو عوض کنیم. به همین ترتیب اگه همه حالت‌ها رو بنویسیم چند تا حالت مختلف میشه. باید بدونیم یه فرمولی داریم از این به بعد به اسم فرمول صف، n فاکتوریل. فاکتوریل چیه؟ فاکتوریل خب اکثرتون هم میدونین دیگه، مثلا یکی به اون بگه 5 فاکتوریل یعنی 5 4 3 2 1 دیگه، درسته؟ 5 4 3 2 1 یعنی از اون عدد بالا تا عدد پایین بخواید در هم دیگه ضرب کنید. اگر به ما بگم مثلا 3 فاکتوریل، میگم 3 2 1 درسته، یعنی شما تا عدد آخر ضرب میکنید. بچه دو تاش استثناء است، یعنی دو تا حالت داریم که شما باید حفظ کنید، یکی 0 فاکتوریل یکی 1 فاکتوریل. هرچند 1 فاکتوریل هم در واقع شما منطقیه که باز میشه همون 1، یعنی شما 1 فاکتوریل داشته باشین 1 فاکتوریل میشه همون 1، 0 فاکتوریل ولی استثناس میشه 1. بچه ها عددهای منفی هم فاکتوریلشون وجود داره، ولی اصلا ما نمیخونیم، یعنی اصلا در روند کتاب درسی ما نیست. میتونیم مثلا توی اینترنت سرچ کنید، نمودار اصلا فاکتوریل اونجا برامون میکشه، اعشاری فاکتوریل داریم، ولی شما اصلا فقط در همین حدی که اینجا می نویسم می خود. یه دونه 2 فاکتوریل مثلا میشه 2 ضرب در 1 میشه 2، به همین ترتیب میرین جلو و حفظ می کنید و حفظ می کنید تا 7 فاکتوریل رو. یعنی کسی بهت گفت 3 فاکتوریل، نباید یه ساعت بگی 3 2 1، باید بگی 6. اگر بهت گفت 4 فاکتوریل، باید بگی 24. یعنی اینا رو با همین الان شات میگیری و حفظ می کنی. 5 فاکتوریل میشه 120، 6 فاکتوریل میشه 720 و 7 فاکتوریل میشه 50-40. دیده بودی یه تبلیغ اینترنتی بود 50-40 50-40 اینجوری میخوند آواز. این 7 فاکتوریل 50-40. خب حفظ میکنی، با همشون هم کار داریم. یه شات بزن اینجا رو حتما، یه شات بگیریم بچه، یه اسکرین بگیریم. خب بریم سراغ سوالی که اینجا داشتیم. از این به بعد بدونین که آقا ما یه فرمولی داریم به اسم n فاکتوریل. ما قراره که همه اونایی که حالت صف هستن رو با n فاکتوریل حل کنیم، یعنی کل فرمولمون همین چیزیه که اینجا برات مشخص کردم.
حالا برای اولین مثالی که اینجا داریم، میگه 5 نفر به چند حالت توی یه صف میخوان قرار بگیرن. خب 5 نفر هستن توی یه صف، فرمول صف n فاکتوریل، پس اینجا میشه 5 فاکتوریل. حفظ کردی، گفتم نه یا اینو بنویس دیگه، حفظ باش 120. تعداد جایگشت های حروف کلمه مهربانی. جایگشت یعنی چی؟ یعنی جاشون رو با هم دیگه بگردونن، جاشون رو با هم دیگه عوض کنن. جاشون وقتی میخوان عوض کنن، انگار این حرفای مهربانی قراره با هم دیگه جابجا بشن، انگار توی یه صف وایستادن جابجاشون کنیم. چند نفرن؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 نفر اینجا وجود دارن که، یعنی حرفایی که اینجا وجود داشتن من شمردم، که به 7 فاکتوریل، چون فرمول ما بود n فاکتوریل، 7 فاکتوریل هم که بود 50 40، درسته 50 40. پس 5040 حالت مختلف میتونیم با حروف کلمه مهربانی اگر جابجاشون کنیم، میتونیم اینا رو با هم دیگه در واقع کلمات مختلف باشون بسازیم. معنی میده به ما چه ربطی داره؟ اینکه معنی بده یا نه ما کاری نداریم، ما میخوایم بگیم که چند تا حرف چند تا کلمه مختلف میتونیم باشون بسازیم. سال بعدی رو نگاه کنیم بچه‌ها. فرمول صف تکراری رو میخوام بهتون بگم. باز یه فرمول اینجا داریم که میخوایم ازش استفاده کنیم. من فرمول صف تکراری رو اینجوری بهتون میگم. هر وقت ما یکی از رقممون یا چند تا از رقممون تکراری باشن، مثل دو تا حرف R، مثل دو تا حرف N، مثل دو تا حرف گاف که اینجا تکراری هستن، ما از این فرمول استفاده میکنیم. تمام N فاکتوریل تقسیم بر تکراری فاکتوریل. پس چی شد؟ N فاکتوریل تقسیم بر تکراری فاکتوریل. این فرمول حفظ میکنی، اصلیش هم اینه. یه ذره مثلا حالتایی که پیچیده ترن همه رو با این حل میکنیم. الان به ما گفته با حروف کلمه رنگارنگ چند کلمه 7 حرفی میتوان ساخت. ما کلن چند تا رقم داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا رقم دارم، میشه 7 فاکتوریل تقسیم بر تکراری فاکتوریل. اما تکراری ها رو یه جا ننویس، نیایی بگی مثلا 1 2 3 4، این نه. دو تا آر داریم، یه دو فاکتوریل اینجا، قبوله؟ این تکراریه ره، تکراریه ره. دوباره یه دو تا نون داریم، دو فاکتوریل تکراریه نه، درسته. دوباره دو تا گاف تکراری داریم، یعنی در واقع دو فاکتوریل تکراریه گاف، درسته. هر چیزی که شما تکراری داشتین، تکراری اونا رو تو پایین می‌نویسیم به حالت ضرب. حالا اینا رو چجوری ساده کنیم؟ یه روش داره که خب شما عادی بیاین اینا رو خب از همدیگه کم یا زیاد کنیم. بذاریم من صفحه‌مو ببرم پایین‌تر تو صفحه خالی. نگاه کنیم بچه ها. شما اگر توی این سال مثلا داشته باشیم 7 فاکتوریل تقسیم بر 5 فاکتوریل، اینا رو چجوری ساده کنیم؟ میگیم که خب اینو باز میکنیم تا بزرگترین فاکتوریل مخرج، یعنی اون بالایی رو باز میکنیم تا بزرگترین فاکتوریل مخرج، که البته اینجا یه فاکتوریل بیشتر نداره. مثلا من 7 فاکتوریل باز کنم، میشه 7 ضرب در 6 ضرب در 5 فاکتوریل تقسیم بر 5 فاکتوریل. پس من اینو باز کردم 7 فاکتوریل تا بزرگترین فاکتوریل، که ما فقط 5 فاکتوریل داریم، تا 5 فاکتوریل باز کردم که اینا رو با هم دیگه ساده کنم که اینجا 7 ضرب در 6 حالا هر چقدر شد جوابش میاد، درسته. پس ما ساده کردن فاکتوریل به این فرمه که شما اون فاکتوریل بزرگه رو باز میکنید تا بزرگترین فاکتوریل مخرج. این که منظورم از بزرگترین فاکتوریل مخرج چیه، منظورم اینه بچه، مثلا شما داشته باشین 5 فاکتوریل تقسیم بر 3 فاکتوریل ضرب در 2 فاکتوریل. الان من دو تا فاکتوریل تو مخرج دارم، تا کدوم یکی از این دو تا باز کنم؟ خب معلومه من 5 فاکتوریل تا این بزرگه به نفعمه، میشه با اون تا اونم باز کرد، ولی به نفعمه تا این یکی باز کنم. یعنی من بنویسم 5 4 ضرب در 3 فاکتوریل، قبوله؟ یه 3 فاکتوریل هم که اینجا داری، اینو دست نمیزنیم که با این ساده کنیم. اما این 2 فاکتوریلی که این گوشه نشسته داره ماستشو میخوره که کاری با ما نداره، ما به جاش مینویسیم 2 ضرب در 1، یعنی اینو بازش میکنیم. ما قرار بود این 3 فاکتوریل با این ساده کنیم، ولی 2 فاکتوریل رو من بازش کردم. الان 2 رو با 4 اگر ساده کنیم، یعنی بعدش حالا اینی که باز کردیم با این بالایی ساده میکنیم، 2 5 تا میشه 10. اصلا چیز سختی نیست، اصلا چیز سختی نیست، در حد کتاب درسی این ساده کردن ها.
برعکسش اگر بود چی؟ یعنی مثلا اگر شما داشته باشین مثلا 3 فاکتوریل تقسیم بر 5 فاکتوریل چی؟ بعدن تو احتمال به اینا میخوریم، یعنی میخوایم احتمالی یه چیز رو حساب کنیم به این مورد برخورد میکنی، شما باید حتما این رو بلد باشین. 3 فاکتوریل تقسیم بر 5 فاکتوریل، من 5 فاکتوریل رو باید بازش کنم تا بزرگترین فاکتوریل بالا، یعنی من 5 فاکتوریل رو میتونم بنویسم 5 4 3 فاکتور. ببین من پایینیه رو باز کردم، دلیل کارم این بود که پایینیه بزرگتر از بالایی است. 3 فاکتوریل رو با 3 فاکتوریل ساده میکنم 4 5 تا 20 تا، ولی چون 20 توی در واقع مخرج عدد بزرگتری بود، من بعد 20 رو توی مخرج میذاشتم، یعنی میگفتم 1 20م. این که ساده شد، شد 1 4 5 تا 20 رو توی مخرج نوشتم. توی ذهنم دارم دنبال این میگردم که شاید بعضیاتون هنوز متوجه نشدیم، وقتی میگم ساده کنیم 5 فاکتوریل مثلا باز کنیم به جاش بنویسیم 5 4 3 فاکتوریل، بله این دوتا های مساوی هن. بله 5 فاکتوریل باز کنیم 5 4 3 2 1، اینم 5 4 3 2 1 درسته 3 2 1. پس من عملا با این کاری که دارم انجام میدم فقط دارم آسونتر میکنم ساده کردن کسرهامو. بچه ها یه دونه مثال دیگه هم نگاه کنیم از این مدلی. به عنوان مثال مثلا شما داشته باشین n فاکتوریل تقسیم، یا مثلا بذار یه ذره سخت‌ترش کنم، خدمتتون عرض کنم که n به اضافه 1 فاکتوریل، n به اضافه 1 فاکتوریل تقسیم بر n منهای 1 فاکتوریل. الان اینا رو من میخوام ساده‌شون کنم چیکار کنم؟ خب کدومشون بزرگتره اون رو باز کنیم معلومه، n به اضافه 1 فاکتوریل. اگر n به اضافه 1 فاکتوریل رو بخوایم بازش کنیم چیکار میکنیم؟ میگیم که خب بعد از بزرگ بیایم باز کنیم تا برسیم به این کوچیکتره که اینجا هستش. من n به اضافه 1 رو باز کنمش، خود n به اضافه 1 قبل از n به اضافه 1 چی بوده؟ n. قبل اون چی بوده؟ n منهای 1. خب رسیدیم، فاکتوریل بذار جلوش، تموم. یه دونه n منهای 1 فاکتوریل هم که اینجا داریم با هم ساده میکنیم، فقط این دوتا موندن که میتونیم در هم هم ضربشون کنیم، میشه n2 به اضافه n. یه بار دیگه ببین، من 5 فاکتوریل رو میخواستم بازش کنم، 5 فاکتوریل